تفسیر سوره کوثر که این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و دارای 3 آیت است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای پیامبر، براستی که ما به تو کوثر عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. بشک دشمن تو خود ابتر، نسل بریده و بی عقیب است. یعنی الله سبحانه و تعالی به پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید: انا اعطیناک الکوثر، و ما به تو خیر فراوان و فضل زیاد دادیم. از جمله آن نهر و حوضی است که الله سبحانه و تعالی به پیامبرش داده و کوثر نامیده می شود، که طول آن و مسافت یک ماه و پهنی آن نیز به مسافت یک ماه است و آب آن از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است و ظرفهای آن به اندازه ستارگان آسمان زیاد و همان طور درخشان می باشند. هر کس یک بار از حوض کوثر بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. وقتی الله تعالی منت خود را به پیامبر بیان کرد، او را به سپاسگزاری نعمت فراوان داد و فرمود: فصلی لربک وانحر، برای پروردگارت نماز بگذار و قربانی کن. این دو عبادت به طور خاصه بیان کرد، چون هر دو از بهترین عبادت ها و بزرگترین آنها می باشند و چون در نماز قلب و اعضا برای الله تعالی فروتن می باشند و اعضا و جوارح برای انجام نوهای بندگی حرکت می کنند و کشتن قربانی موجب می شود که بنده به وسیله بهترین چیزی که در نزد خود دارد، که دلها بر محبت آن سرشته اند و بر آن بخل می ورزند، به الله تعالی نزدیکی جویند. این نشانیه که هو الابتر، همان کسی که به تو دشمنی دارد و تو را مذمت می کند، به خیر و برکت و به نام نشان خواهد بود. اما محمد صلی الله علیه و سلم به حق انسان کامل است و آوازه بلند و پیروان زیاد دارد.